سرخط خبرها و مهمترین ها. سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان بیانیه صادر کردند. تماس تلفنی پوتین و عمران خان بر هماهنگی دیدگاه‌های دو کشور در مورد افغانستان تاکید شد. وزارت داخله آلمان پذیرش 2600 افغان و خانواده‌هایشان را تایید کرد. پیشنهادات طالبان به کنفرانس جنوا. پولی را که به حکومت اشرف غنی کمک می‌کردید به دولت ما بدهید. و همچنان در پایان آخرین مهلت رئیس الوزراء یا صدر اعظم طالبان به مارشال دوستم و تمام رهبران جاری کشور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده که این نهاد آماده است تا از منابع خود برای تضمین امنیت کشورهای عضو در برابر تهدیدهای ناشی از افغانستان استفاده کند. با گزارش اسپوتنیک، استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی پس از نشست مشترک شورای وزیران دفاع، خارجه و کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی گفت سازمان CSTO در بیانیه مشترک بر عزم خود برای استفاده از منابع موجود جهت تأمین امنیت کشورهای عضو این پیمان در برابر تهدیدات ناشی از خاک افغانستان تاکید کرده است. زاز گفت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین خواستار سرکوب هر گونه تهدید امنیتی از خاک افغانستان هستند و برای عزم خود جهت استفاده از منابع موجود سازمان برای تأمین امنیت کشورهای عضو مجدداً تأکید کردند. در نشست رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین المللی و فعالیت‌های این سازمان مورد بحث قرار گرفت. تماس تلفنی پوتین و عمران خان بر هماهنگی دیدگاه‌های دو کشور در مورد افغانستان تأکید شد. خبرگزاری 8 صبح کابل. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک تماس تلفنی بر هماهنگی رویکردهای دو کشور در مورد وضعیت در حال تحول افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه کاخ کرملین که سه شنبه 23 سنبله نشر شد آمده است که وضعیت در افغانستان و گسترش روابط دو جانبه محور اصلی گفتگوی تلفنی پوتین و خان بوده است. کرملین نوشته است طرفین در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند و علاقه خود را برای هماهنگی رویکردهای کشورهای خود در جهت تثبیت آن ابراز کردند. اعضای هم دفتر نخست وزیر پاکستان گفته است که عمران خان صلح و ثبات در افغانستان را برای امنیت و رفاه منطقه مهم خوانده و نیز بر ضرورت فوری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و جلوگیری از بحران اقتصادی این کشور تاکید کرده است. عمران خان در تماس با ولادیمیر پوتین خاطر نشان کرده است که مردم افغانستان نباید در این راه حساس تنها رها شوند. خان همچنان تاکید کرده است که هماهنگی و مشورت‌های نزدیک دو کشور در مورد وضعیت در حال تحول افغانستان از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. در همین حال دفتر نخست وزیر پاکستان افزوده است که روابط دو کشور با همگرایی دیدگاه‌ها در مورد مسائل مهم منطقه و جهان و همکاری های دو جانبه در مسیر مثبت قرار گرفته است. خان تصریح کرده است که تقویت تجارت و سرمایه گذاری و همکاری در زمینه انرژی سنگبنای تعامل پاکستان با روسیه است. در این تماس دو طرف از یکدیگر برای سفر به کشورهایشان دعوت کردند. خامه پرس طالبان هر کسی که زیر نام قومیت، مقاومت و پیشتیبانی از دموکراسی استادگی کند سرکوب میکنیم. فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید که کسانی را که به نام قومیت و مقاومت برای پیشتیبانی از دموکراسی و حفظ دستاوردهای 20 ساله در برابر این گروه ایستادن سرکوب میکنیم. با گفته او این افراد در پی اخلال امنیت و سوق دادن کشور به جنگ‌های داخلی می باشند. رئیس ستاد ارتش طالبان تاکید کرد که به آنان اجازه اخلال امنیت و به خاک خون کشاندن افغانستان داده نمی شود. او از افراد و گروه خاص نام نبرد.
او که روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گردهمایی در شهر کابل صحبت میکرد گفت که مشورت ها در مورد ایجاد ارتش جریان دارد. فصیح‌الدین تاکید کرد که نیروهای این ارتش باید طور آموزش ببینند که بتوانند از افغانستان حفاظت کنند. وزارت داخله آلمان پذیرش 2600 افغان و خانواده هایشان را تایید کرد. خبرگزاری اش صبح کابل. وزارت داخله آلمان پذیرش حدود 2000 خانواده و 600 مدافع حقوق بشر، هنرمند، روزنامه‌نگار، دانشمند و سایر افراد در معرض خطر را تایید کرده است. با گزارش دویچه وله، این افراد و همچنین همسران و کودکانشان اقامت آلمان را دریافت میکنند و نیاز نیست که در آلمان تقاضای پناهندگی بدهند. سخنگوی وزارت داخله آلمان به خبرگزاری آلمان گفته است که به هم افرادی که در فهرست حقوق بشر وزارت خارجه آلمان شاملند، روز سه شنبه وعده رسمی اقامت آلمان داده شده است. آلمان در پروازهای تخلیه نظامی 4587 تن را از کابل بیرون کشیده بود. از این میان 3849 تن افغان و 403 تن دیگر آن آلمانی بودند. بخشی از همکاران محلی ارتش آلمان و دیگر ادارات آلمانی نیز شامل این افراد بودند. پیشنهادات طالبان به کنفرانس جنوا: پولی را که به حکومت اشرف غنی کمک میکردید به دولت ما بدهید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه به دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهادات خود را درباره کمک های بشردوستانه نشست جنوا و ادامه کمک های مالی جامعه بین المللی به افغانستان مطرح کرده است. طبق این نامه متقی با مارتین گریفیتس دیدار کرده و این نامه که نسخه از آن به روزنامه اشت صبح رسیده پس از این ملاقات ارسال شده است. در این نامه طالبان پیشنهاد 15 ماده‌ای را برای کمک‌های بشری کشورهای جهان در نشست بعدی جنوا مطرح کردند. در یکی از ماده‌ها آمده است که طالبان انتظار دارند کمکی که پیش از این به دولت اشرف غنی می‌شد و به باور متقی راه را برای فساد باز کرده بود به حکومت طالبان داده شود تا معاش ماموران، زنان مردان، پرداخت و ادارات دولتی فعال شود. طالبان متعهد شدند که موانع پیشین و کنونی پیشوی پروژه ها و کمک های همه مؤسسات بین المللی را بر می دارند و به همه شرکای سازمان ملل اجازه می دهند که به مردم کمک رسانی کنند. همچنین امیرخان متقی نوشته است که حکومت طالبان زندگی، مال و عزت کارمندان بشردوستانه را حفاظت می کنند و موانع سر راه کار آنها را از بین می برد. طالبان تعهد دادند که حرمت دفاتر سازمان ملل متحد و مؤسسات بشردوستانه را نگه می‌دارند و برای توافق متقابل در این مورد مکانیزم ایجاد می‌کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان می‌گوید که در این وضعیت کنونی افغانستان، صحت، تعلیم و بیکاری از چالش‌های جدی است و به کمک‌های عاجل در این عرصه‌ها نیاز است. همچنان لازم است پروژه‌های سابق، تکمیل و پروژه‌های جدید دیزاین و تطبیق شود. او در مورد بازسازی گفته پروژه هایی که نیمه کاره مانده است باید تکمیل شود، زیرا همه آنها ضایع می شود و همین طور پروژه های جدید نیز شروع شود. سرپرست وزارت خارجه طالبان از جامعه جهانی خواسته است که برای مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان همکاری کند. با گفته او حکومت مسئولیت دارد که حدود 4 میلیون معتاد را درمان و برای آنها زمینه کار را فراهم کند. امیرخان متقی میگوید پروژه هایی که از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادهای کمک کننده متوقف شده است باید هر چه زودتر آغاز شود و معاش کارمندان و تمویل پروژه ها مثل سابق ادامه یابد. در غیر آن صورت شمار زیاد بیکار خواهند بود. او گفته است که همه کارمندان دولت سابق دعوت شدند که به کارهایشان برگردند، اما ممکن است به دلیل نبود امکانات بیکار شوند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.